بنام خدا، درس سوم گرافیک متحرک. اهمیت گرافیک متحرک در دنیای امروزی، ارتباط برقرار کردن و انتقال دادن پیام، ایده ها، معلومات و مفاهیم و مخاطبان توسط عناصر بصری یکی از تاثیرگذارترین راه ها می باشد. همچنان بسیاری از مفهوم ها توسط برخورد های مثبت و مؤثر بین مخاطب و ارسال کننده تبادله می شود. قسمی که در جریان هستید، مؤثرترین وسیله برای انتقال مفاهیم به مخاطب رسانه های دیداری است. با پیشرفت تکنولوژی، این رسانه ها از تکنیک های جدید در برقراری پیام و ارتباطات با مخاطبانشان استفاده می کنند. هنر گرافیک یکی از بزرگترین ها میان این رسانه ها در برقراری ارتباطات می باشد، که بدون گرافیک تقریبا گفته می توانم که کاری یک رسانه حتی یک قدم جلو رفته نمی تواند. یکی از مهمترین ابزاری که رسانه ها برای انتقال مفاهیم و معلومات از آن بهره مند می شوند، موشن گرافیک یا طراحی گرافیک متحرک است. در مجموع عناصر گرافیک متحرک مانند خط، نقطه، سطح، حجم، فضا با دیگر عناصر دیداری مانند ریتم، تضاد و رنگ یکجا شده و همچنان با ایده های خلاق طراح و ملحق شدن موسیقی، صدا و حرکت یک کار هنری با تاثیرپذیری فوق العاده بالایی را خلق می کنند. تفاوت گرافیک متحرک و انیمیشن. البته گرافیک متحرک یا موشن گرافیک امروزه با پیشرفت تکنولوژی بسیار کارهای بسیار زیادی پیدا کرده، اما قسمی که شما البته اگر سفر داشتین در خارج یا که در فیلم های سینمایی دیدین، لوحه ها و تمامی مارکت ها و ساختمان های کشورهای پیشرفته با مانیتورها تزیین یافته که دو بیشتر به صورت موشن تبلیغات ها و پیام ها به نشر میرسند و همچنان بیشتر ویدیوهای آموزشی، مارکتینگ و خیلی از بخش های مختلف با ساختن ویدیوهای موشن گرافیک روی آوردن که موثریت بسیار خوبی دارن. یعنی که مردم از خواندن مطلب و دیدن تبلیغات در مجله بیشتر به دیدن یک ویدیو بیشتر علاقه مندی نشان میدن. خب چرا باید تفاوت انیمیشن و گرافیک متحرک را بدانیم؟ بسیاری از مردم از واژه انیمیشن به جای گرافیک متحرک استفاده میکنن و برعکس، چون فکر میکنن هر دو اصطلاح مشابه هم هستند. بنابراین شناخت تفاوت ها نه تنها به شما کمک میکنن تا یک قطعه مناسب بسازید، بلکه به شما یاد میدهند که این دو رشته را کاملا از هم تفکیک کرده یکی هنر انیمیشن است و دیگری هنر گرافیک متحرک. اگرچه هر دو بخش در یک زمینه کار میکنند، اما تفاوت زیادی بین مهارت های هنری هر دو وجود دارد. خب در اینجا شما دو قسم نمونه از ویدیو موشن یا حرکتی رو میبینین، یکی گرافیک متحرک است که در سمت راست وجود داره و دیگه یکی انیمیشن است. این انیمیشن هم در برنامه موهو کار شده و همچنان اسکچ هم شده، مراحل اولیش اسکچ بوده که انیمیشن برید وینر است، یک انیمیشنی که توسط انجلینا جولی ساخته شده در مورد دختر افغان و سمت راست هم موشن گرافیک است که با برنامه افتر افکت ساخته شده و همین قسم یک استایل و رنگ خاص خود داره. تفاوت گرافیک متحرک و انیمیشن. خب موضوع بعد انیمیشن چیست؟
انیمیشن عبارت از هر تکنیکی که به تمایز تصاویر از یک دیگر اشاره کرده و آنها را به صورت پیوسته پخش نماید. انیمیشن چیزی است که با استفاده از آن هنرمندان شخصیت های مختلف را با یک دیگر ایجاد نموده یک داستان با استفاده از هنرمندان دیگر مانند هنرمندان متن، هنرمندان نورپردازی، هنرمندان طراحی و غیره شکل میگیرد. حالا علاوه بر این انیمیشن برقرار کردن مجموعی از فریم ها یا تصاویر میباشد که باعث ایجاد توهم حرکتی میشود. در عرصه تکنولوژی فناوری امروزی ما استگاه‌های کاری کارآمد داریم که به هنرمندان کمک می‌کند تا انیمیشن با کیفیت و واقع‌گرایانه‌تری را تولید کنیم. البته شروع انیمیشن‌ها از شرکت والت دیزنی بوده که اولین انیمیشن‌ها هم مربوط انیمیشن های طراحی با دست یا قلم میتونه باشه با از او شروع شده بوده. البته تاریخچش خب برمیگرده به عکس گرفتن از حسب بود که داستانش مفصل است. خب ما صحبت از انیمیشن های اولیه میکنیم که بیشتر همین کارتون های تامجیری که مشابه شک است بیشتر شما دیدین اینا با ما تکنیک طراحی کار شده و البته با پیشرفت برنامه کامپیوتری امروزه با استایل ها و تکنیک های مختلف انیمیشن دو بودی و سه بودی ساخته میشه. فیلم های انیمیشنی نتیجه تخیلات و تصورات کارگردان ها هستند. رایج‌ترین نمونه های انیمیشن کارتون هایی هستند که در دوران کودکی مشاهده می کردید. بسیاری از فیلم های متحرک برنده جایزه نیز در این بخش جای می گیرند. آنها بر اساس نقش های داستانی و در یک استودیوی کامل ساخته می شوند. فیلم های انیمیشنی شامل چیزهای واقعی و غیر واقعی هستند. تکنیکی به کار رفته در این گونه فیلم ها عکاسی از طرح یا جای دادن مدل ها برای ایجاد توهم حرکتی در زمانی است که فیلم به صورت توالی نشان داده می شود. البته اینجا سه نمونه از انیمیشن است که در سمت راست انیمیشن دو بعدی است که با طراحی انیمیشن شده، یعنی که میتونه هم طراحی روی کاغذ باشه و هم طراحی در برنامه باشه با قلم لایت پن یا قلم گرافیک میگن با قلم کار میشه. کسی که طراحیش خوب باشه بسیار به خوبی میتونه انیمیشنی که فریم بای فریم کار میشه، یعنی هر فریمش جداگانه کار میشه، مثلا 20 تا 24 فریم یا بعضی مواقع 15 فریم کار میشه، هر فریم هر حرکت جدا جدا طراحی میشه. انیمیشنی که تصویرش توسط است یه انیمیشن استاپ موشن نام داره، یعنی تکنیکش طوری است که با ساخت گودی های خمیری و تکنیک های تقریبا شبیه گودی سازی مجسمه سازی میتونه باشه که در روی یک استودیوی کوچک که روی میز باشه یک کار میشه که لایتینگ میشه، لایتی زنده کار میشه و یک تا کامرا مانده میشه. هر حرکت میتونه مثل شبیه فریم بای فریم هر حرکت کوچک میتونه یک عکس میگیره و بعدا این عکس ها را در برنامه پشت هم میچینه و کمپوزیت میکنه. بعضی مواقع در پشت سرش گرین اسکرین استفاده میکنه، این اسکرین سبز که من بتونه در پشتش با استفاده از برنامه های کامپیوتری آسمان یا چیزی دیگر اضافه کنن، بعضی ویژوال افکت ها باران یا پست پروداکشن که میکنن بعضی افکت های دیگر بتونن اضافه کنن. دو و انیمیشن سمت چپی که وجود داره انیمیشن آیس ایج است که در برنامه تیردی کار شده، مدلینگ شده و مراحل که در برنامه های تریدی کار میشن همین مراحل پیش سر گذاشتند و کلن دیجیتالی میباشن.
گرافیک متحرک چیست؟ گرافیک متحرک اصطلاح گسترده‌ای است که معمولاً برای تعریف تصاویر کامپیوتری به کار برده می شود. گرافیک متحرک شامل فرایندهای مختلفی است که در طول آنها تصاویر توسط عملکرد زنده هنرمندان نظیر حروفچین‌ها، هنرمندان گرافیکی، نقاشان و دیگر هنرمندان کلیدی تولید می شود. حقیقت این است که انیمیشن و گرافیک متحرک رابطه پیچیده‌ای با هم دارند. انیماتورها و طراحان گرافیک متحرک تمایل دارند از ابزارهای بسیار مشابه مانند افتر افکت، 3D Max، مایا، سینما 4D، فتوشاپ و غیره استفاده نمایند. البته اینجا چند نمونه از موشن است که اولی در افتر افکت کار شده، دومی هم در برنامه 3D کار شده مثل سینما 4D یا هم 3D Max و سومی هم در برنامه یک طرفه کار شده، چهارمی هم قسم. خب گرافیک متحرک میشه با برنامه های انیمیشن هم کار شد و هم میشه تنها با افتر افکت 2D ساخت و برای ماشین گرافیک 3D سینما 4D گزینه خوبی است. اصلی ترین تفاوت ها. بهترین راه برای وضاحت دادن تفاوت انیمیشن و گرافیک متحرک این است که آنها را از طریق داستان هایی که تعریف می کنند بشناسیم. به طور کلی انیمیشن نمایش بصری از یک داستان است و شامل کاراکترهای مختلف می باشد که در آن فعالیت می کنند. یکی دیگر از تفاوت هایی که بین گرافیک متحرک و انیمیشن که زیادتر قابل لمس است این است که گرافیک متحرک توسط طراح گرافیک ساخته می شود و ولی انیمیشن توسط تصویرسازان تولید می شود. وقتی که یک کار مربوط به مشتری باشد می توان تصمیم گرفت که آیا به یک انیمیشن ساز نیاز است یا طراح گرافیک متحرک، چرا که باید دقیقا همان چیزی که مشتری می خواهد انجام شود. اگر چیزی که مورد نیاز است ارائه معلومات در مورد فروش یک سال گذشته یک شرکت به شکل بصری باشد، یک طراح گرافیک متحرک در این کار نیاز است. اما اگر مشتری به یک داستان متحرک عاطفی که نحوه تأثیر محصولاتش را در زندگی مردم نشان دهد نیاز به یک انیماتور است. خب البته تفاوت‌هایشان در شیوه کارشان هم تفاوت‌های اندکی وجود داره. یکی مراحل کارش که انیمیشن بیشتر دیتیل بک‌گراند هم داره، دیتیل بک‌گراند پخته داره که با مو استایل خود کاراکتر چیزا هماهنگی داشته باشن، اما در موشن گرافیک بک‌گراند خیلی مهم نیست. یعنی معمولا بک‌گراند ساده تر است که بیشتر خود کاراکتر بدید بیه، خود موضوع یعنی چشم از رساندن خود پیام دور نکنه. یعنی در موشن گرافیک بیشتر هدف موشن گرافیک این است که پیام هر چه سریع‌تر به بیننده انتقال کنه. اینه که اگر تبلیغات باشه هم چون در تبلیغات های تلویزیونی وقت بسیار کم است، یعنی در 30 ثانیه یا 1 دقیقه یک تبلیغات نشر میشه، از این خاطر در این مدت کم هرچی سریع‌تر یک پیام باید انتقال داده شود و ماندگاری در ذهن داشته باشه. یعنی از عناصر جانبی در تبلیغات و موشن گرافیک بیشتر صرف نظر میشه که اما عناصر کلیدی و مفهومی بیشتر در اونجا گنجایش داده شده باشه. اما در انیمیشن موضوع فرق میکنه، موضوع داستان انیمیشن است، فیلمنامه‌اش است که طبق او محیط و همه چیز شبیه که در یک فیلم محیط با وجود می یعنی ساخته میشه، انتخاب میشه، شبیه او محیط و همچنان کاراکترها، دیتیلشان، کلشان بر اساس داستان، اما قسم بر اساس سبکش ساخته میشه. در اینجا فقط داستان و شیوه ساختش و شاتایش و این چیزا بیشتر اهمیت دارد تا اینکه چه قسم پیام را به نحوی عالی برسانیم. خب پایان درس 3.